به نام خدا. دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون. الفبای زبان ترکی استانبولی رو میخوام که تو این ویدیو بهتون یاد بدم. قبل از هر چیز میخواستم بگم که برای اینکه ویدیوها رو بتونید درس رو خوب یاد بگیرید، ویدیوها رو هر جا که احتیاج داشتید نگه دارید و یادداشت برداری کنید. حتما برای خودتون یک دفتری چیزی تهیه بکنید که نوت بردارید و بتونید درسایی رو که دنبال میکنید به خوبی یاد بگیرید. خیلی خوشحال میشم اگر دوست داشتید این ویدیو رو، اگر چیزی یاد گرفتید حتما دکمه لایک رو بزنید. هر سوالی داشتید میتونید در قسمت کامنت ها بنویسید، من به سوالاتتون جواب میدم. و از اونجایی که من مرتب ویدیو نمیذارم، با فاصله های زمانی متفاوتی ویدیو میذارم، موقعی سابسکرایب کردن زنگوله رو بزنید که متوجه بشید چه زمانی ویدیو میاد، و یعنی ممکنه یه سری از ویدیوها رو از دست بدید و خلاصه بعداً درساتون رو هم انبار بشه. آره، زنگوله رو بزنید که متوجه بشید چه زمانی ویدیو ها میاد، و یا وقتی احیانا اگر من لایو گذاشتم متوجه بشید که چه زمانی لایو هستش و میتونید بیاید تو لایف سوالات خودتون رو بپرسید. خب سرتون رو درد نیارم، بریم سراغ الفبا. آ، آ، آتش، آتش به معنای آتش و یا تب هستش. بعضی جاها به معنای فندک هم استفاده میکنن. ب، ب، بابا، بابا. مثل فارسی نیستش که بگن بابا، کشش نمیدن، خیلی کوتاه حرف آ رو تلفظ میکنن و میگن بابا. ج، ج، جواب، 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 همون جواب فارسی که میدونیم. چه، چه، چراب، چراب به معنای جوراب هستش. ده، ده، دوار، دوار به معنای دیوار. ای، ای، املاکچه، املاکچه. خب به معنای مشاور املاک هستش و یا املاکچی. تو فارسی هم استفاده میشه این چی که پسفند ترکی هستش، تو فارسی هم اومده، شغل ها رو مشخص میکنه. اینجا یه توضیحی بدم، حرف ای انگلیسی که در ترکی با صدای ای شناخته میشه، بعضی جاها صدای ا میده. یعنی هر جا شما صدای ا رو بشنوید در زبان ترکی از این حرف استفاده میشه و هیچ قانونی هم نداره که مثلا بگیم این حرف یه جاهایی صدای ا میده یه جاهایی صدای ا میده. هیچ قانونی نداره، فقط شما باید همونجوری یاد بگیرید. ف، ف، فارسچا، فارسچا به معنای فارسی هستش. گ، گ، گل، گل
به معنای گل رز هستش. به گل یه چیز دیگه میگن، ولی وقتی که میگن گل منظورشون فقط گل رز هستش. به معنای فعل خندیدن هم هستش، فعل امر خندیدن، ولی خب من اینجا فقط به معنای گل گذاشتم. یوموشاکه، یوموشاکه. خب یوموشاکه، خب کلمه کم هستش، با همون به معنی باغ خودمونه. دوستان این حرف که بهش میگن یوموشاکه، یوموشاک یعنی نرم، گه نرم. خب منظورشون یه حالت تلفظ صدای غ در فارسی هستش، همون غین. من کلمه باغ رو مثال زدم و هیچ کلمه ای هم در زبان ترکی با این حرف آغاز نمیشه. یه همچین موردی هم هست. این بود که یه کلمه رو گذاشتم که آخرش به این ختم، به این حرف ختم بشه. این حرف رو به صورت صدای غین فارسی تلفظ میکنین. ترکای آذری زبان خودمونم که با حروف فارسی مینویسن کلماتی رو که درش این صدا وجود داره، این صدا رو به صورت غین فارسی مینویسن و خیلی خیلی نرم تلفظش میکنن، طوری که اون لغزش برخورد هوا با سقف دهان خیلی کم هستش. یعنی تلفظش یه چیزی بین حرف غین و عین هستش، نه مثل حرف عین توقف داره موقع تلفظ کردن و نه مثل حرف غین اون لرزش، اون خارش سقف دهان رو داره. من یه چند تا مثال دیگه هم میزنم، تلفظ میکنم که یه مقدار آشنایی بیشتری داشته باشید. چیز زیادی نیست، گندش میکنن. همین غین خودمونه، فقط یه خود نرمتر تلفظ میشه. خب مثال میزنم. دورو، دورو، دو، دو. باغرماک، باغرماک. ساولون، ساولون. یعنی اینو ساقلون هم بگین مشکلی نداره، چون تلفظ اصلیش به غین نزدیکتره. ساقلون، سالک، سالک. خب امیدوارم به اندازه کافی مشخص باشه. یه بار دیگه میخونم. دورو، دو، باغرماک، ساقلون، سالک. ه، ه، هاستا، هاستا به معنای مریض هستش، اما در واقع همون خسته فارسی هستش که میگن. نمیدونم افغانی عزیزمون از کلمه خسته به عنوان مریض استفاده میکنن یا نه. تغییرش دادن، به معنای مریض استفاده میشه، هاستا. ا، ا، عراق، عراق. کشور عراق رو اینطور تلفظ میکنن. خب این حرف چطور تلفظ میشه؟ این حرف تقریبا آی انگلیسی هستش بدون نقطه. خب بگم چجوری تلفظ میشه. اونایی که انگلیسی بلد هستن، صدای شوا، شوا در انگلیسی چطور تلفظ میشه؟ اینجا هم همون جوری تلفظ میشه، یعنی ایه کامل نیستش، یه چیزی بین صدای ا و صدای ای. اون حد وسطش رو پیدا میکنید، میشه ا. یه مقدار دهانتون حالت بسته تر پیدا میکنه. جز صداهای کلفت هم هستش.
استیفا، استیفا خب به معنای استعفا هستش. امیدوارم هر کی استعفا میده شغل بهتری پیدا کنه. ژ، ژ، ژاپن، ژاپن، کشور ژاپن. که، که، کاسه، کاسه به معنای کاسه هستش. ل، ل، لش، لش به معنای لاشه و آشغال هستش. مثلا یه بوی بدی بیاد میگن مثلا مثل لش بو میده. سعی کردم که کلماتی رو انتخاب کنم که در فارسی هم مشترک هستش، براتون زیاد سخت نشه از همین اولا. م، م، مسافه، مسافه به معنای مسافت هستش، فاصله، مسافت. نه، نه، نم، نم به معنای نم، خیس بودن چیزی، رطوبت. او، او، اودا، اودا به معنای اتاق. ا، ا، اردک، اردک به معنای اردک. صدای ا رو چطور میخواید تلفظ کنید؟ صدای ا در زبان فرانسوی هم هستش. هر جا حرف ای انگلیسی رو میبینید در زبان فرانسوی ا تلفظ میشه بدون حرکه‌ای که روش باشه. ا تلفظ میکنیم. دوستانی که فرانسوی بلدن خیلی براشون راحت هستش که تلفظ بکنن و دوستایی که کرد زبان هستن صدای ا رو ذاتاً در زبانشون دارن. براشون سخت نیست. حالا برای اینکه تشخیص بدین این صدای او چجوری هستش، یه چیزی بین صدای ا و او هستش. حالا من از طرف از این سمت، از سمتی که صدای ا تلفظ میشه به سمت او میرم، خب به صورت متداوم تلفظ میکنم، اون صدای او رو اون وسط شما ببینید که چه جوری تشکیل میشه. بین صدای ا و او هستش صدای ا. در واقع انگاری شما میخواد ا رو تلفظ بکنید ولی حالت دهانتون قالب تلفظ ا رو داره ولی در همون قالب میخواید بگید او. متوجه شدید؟ یعنی دهنتون شکل تلفظ صدای ای هستش ولی در اون حالت میخواید بگید او. میشه چی؟ میشه او. خب تلفظ میکنم ای. دیدی چطور رفت؟ حالا برمیگردم او. این وسط صدای ا تلفظ میشه، تلفیقی از این دو صداست. پ، پ، پرت، پرت به معنای دور هستش، یه دوری که یه جورایی پرت دیگه، همون پرت فارسی خودم و یا یه حرفی، یه قضیه که بی ربط باشه هم بهش میگن پرت. و یا یه کسی که اصلا تو باغ نباشه هم بهش میگن پرت.
ر ر راحت راحت به معنای راحت هستش. سه سه ساعت ساعت به معنای ساعت. شه شه شکر شکر همون شکر خودم. ت ت ترشو ترشو به معنای ترشی، ترشی خودم. ولی به چیز ترش نمیگن ترش. اینم بدونید. یه چیز ترش خواستید؟ به خیارشور میگن ترشو. اینم بهتون بگم. بیشتر به خیارشور میگن ترشو. ولی خب به کلن به ترشیجات هم میگن ترشی. ولی بیشتر منظورشون از ترشی خیارشوره. او او اوزاک اوزاک به معنای دور. اوکی او او اوچ اوچ عدد سه رو میگن اوچ. حالا تلفظ صدای او رو بهتون بگم چجوری هستش. بین صدای ای و او تولید میشه. باز اونا که فرانسوی بلدن صدای او رو باش آشنایی دارن. ولی خب میگم بین صدای ای و او و او هستش. این دوتا رو با هم تلفیق میکنیم. تو بعضی کلمات فارسی به ندرت این صدا تولید میشه. مثلا جایی که صدای ای و او کنار هم هستن، مثل کلمه فیوز. وقتی شما میگید فیوز نمیگید فیوز، میگید فیوز. خب یه جورایی نزدیک، چون ای و او کنار هم هستن، صدای او اونجا تولید میشه، که خورده نرمتر تولید میشه. مثلا صدای او یه مقدار کلفت هستش و صدای او جز صداهای نازک هستش. خب تلفظ میکنم صدا رو، میکشم ببینید چطوری هستش که بدونید چطور تلفظ کنید. ای برمیگردم. او خب قالب دهنتون میتونه حالت صدای او رو داشته باشه. وقتی میخواد او رو تلفظ کنه دهنتون چه شکلی میشه؟ دهنتون شکل تلفظ قالب تلفظ صدای او بکنید، بعد بگید ای. اینجوری جفتش با هم قاطی میشه، میشه چی؟ ای. یعنی شما دهنتون رو شکل او میکنید ولی میگید ای. اینجوری صدای او در میاد. امیدوارم که دقت بکنید، چون هر زبانی زیبایی خودش رو وقتی با تلفظ اشتباه تلفیق میکنه از دست میده. اینه که درست تلفظ کنید که درست یاد بگیرید، دچار اشتباه هم نشید، چون بعضی جاها باعث چیز میشه، اشتباه معنایی میشه. تلفظ ها مخصوصا تو زبان ترکی باعث میشه که اشتباه متوجه بشید، اشتباه بشنوید، اشتباه بفهمید، اشتباه بگید و اشتباه متوجه بشن شما رو. و و واکیت واکیت
یعنی وقت. یه یه یدک یدک به معنای یدک هست، چیز اضافه که دارید. ز ز زمان زمان به معنای زمان هستش. خب دوستان، اگر این ویدیو به دردتون خورد یادتون نره لایک بکنید. خب چون به هر حال در اختیار شما قرار داده میشه این اطلاعات به صورت رایگان، یه لایک قابل این حرفا رو نداره. خب در ویدیو بعدی میبینمتون. موفق باشید.